یکی از این شخصیت‌ها آقای پتر آلتمایر، رئیس دفتر صدر اعظم آلمان تا سال 2018 و وزیر انرژی و اقتصاد آلمان تا 2022. بعد از اون با میهمان برنامه به موضوع اهمیت شخصیت‌ها و سخنرانی‌هایی که در گرد همایی مقاومت داشتند می‌پردازیم. مردم ایران بسیار رنج کشیدند. 100 سال است که 2 دیکتاتوری بر آنها حکومت می کنند. اروپایی ها در قبال رژیم ایران ضعیف عمل می کنند. اگر چیزی قرار است تغییر کند، باید تغییر سیاست در قبال اپوزیسیون دموکراتیک باشد. برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی تنها یک بیانیه ساده نیست. این یک سند تاریخی است. این خلاصه ارزش‌های جهان شمول بشریت است. من به عنوان یک حقوقدان با سابقه باید بگویم از زمان انقلاب کبیر فرانسه تا کنون هرگز برنامه‌ای دقیق‌تر و جامع‌تر از آنچه که خانم مریم رجوی ارائه دادند ندیدم. پس بیایید همه بر مبنای این برنامه با هم متحد شویم. مسئله این نیست که ما بخواهیم در کنار یک سازمان قرار بگیریم، بلکه موضوع مهم این است که ما برنامه‌ای داریم که می‌تواند همه را متحد کند. سیاست آمریکا و اروپا در قبال ایران طی این سال‌ها غلط بوده است. آنها تلاش کردند با این رژیم وارد قرارداد بشوند، اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند. اگر این رژیم به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کند، هیچ کس در جهان امنیت نخواهد داشت. بله، گزیده کوتاهی بود از سخنرانی آقای پتر آلتمایر. البته آقای آلتمایر در روز 10 تیر هم سخنرانی داشتند و نکات قابل توجه زیادی هم در اون سخنرانی مطرح شد. همراه هستیم با آقای بهرام مودت، قهرمان ملی پوش سابق فوتبال ایران و عضو شورای ملی مقاومت ایران، تا در مورد صحبت‌های مشاور خانم مرکل در کهکشان امسال گفتگویی داشته باشیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مودت و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و با ما همراه هستید. من سلام و درود می‌فرستم خدمت شما. متشکرم. ممنون آقای مودت. شما در 4 روز برگزاری کنفرانس‌ها و گرد همایی سالانه مقاومت ایران حضور داشتید. دقایق پیش بخشی از سخنرانی آقای پیتر آلتمایر رو شنیدیم و البته مشابه این موضوع رو در سخنرانی‌های خیلی از شخصیت‌های حاضر در گرد همایی هم در حمایت از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی و مقاومت ایران داشتیم. اگه ممکنه راجع به این بفرمایید. بله، ابتدا ضمن تشکر از فرصتی که به من دادید، میخوام به مناسبت برگزاری بی‌نظیر کهکشان‌ها چه با حضور 10,000 از هموطنان پرشور و همطور اشرف نشانان در تظاهرات باشکوه در مرکز شهر پاریس و چه با برنامه اجلاس 4 روزه اون هم در ابعاد غیر قابل تصور، حداقل برای خود من واقعا باید تبریک بگویم به این مقاومت، به تک تک حامیان و به ملت ایران. به عنوان یک پیشکسوت هم واقعا به داشتن یک همچین مقاومتی افتخار میکنم. در پاسخ به سوال مطرح شده، من اول این اشاره رو داشته باشم که شخصی یا سیاستمداری همچون آلتمایر که در دوران همطور که اشاره کردید در زمامداری دولت مرکل در پست مشاور وزیر اقتصاد و سرپرستی چندین وزارتخونه رو به عهده داشته و واقعا هم یک سخنور ماهری هست و در پاسخگویی واقعا یک مهارت خاصی رو همیشه در خودش نشون داده و یک شخصیت قابل احترام در بین شهروندان آلمانی و همینطور محافل سیاسی و حقوق بشری است. سخنان کوتاهی داشت اونطوری که من شنیدم، ولی پر محتوا، اون هم با پیامی واضح که نوک تیزش به طرف خود خامنه‌ای بوده و همینطور به تمام
مریدان سیاست مماشات، با اون هم با تاکید به برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی، و به ویژه فراتر دانستن این برنامه که خیلی برای من جالب بود به عنوان یک اعلامیه جهانی، اون هم با ارزش پایه‌های آزادی فردی و دموکراسی که خودش در اجلاس مطرح کرد، بیان کرد. به نظر من آگاهی، مسئولیت پذیری، تعهد اخلاق و بینش سیاسی آقای آلتمایر رو میرسونه. ضمن اینکه با فراخواندن کشورها از جمله کشور خودش آلمان و کشورهای دیگه اروپایی به اتحاد حول برنامه 10 ماده خانم رجوی، یک گام جدیدی رو برداشت و اونم با این هدف که متقاعد بتونن بکنن افرادی، شخصیت‌های سیاسی، پارلمان‌ها، دولت‌ها به حمایت از این برنامه. در نهایت این همونطور که خودش بیان کرده، این مهم، ممکن اگه بشه راهکارهای جدید رو، با من جمله انتهایی رو از خودش اینجا بیان میکنم، راهکارهای جدید رو برای یک آماده سازی مستحکم برای تغییر در ایران آغاز میکنیم. این به نظر من نکاتی بود که آقای آلتمایر به وضوح بیان کرد و همطور که گفتم نکته تیزش به طرف خود خامنه ای، یعنی پذیرش این موضوع که این رژیم باید تغییر بکنه و این آلترناتیو یک جانشین به حق است. بله، متشکرم از توضیحاتتون. آقای مودت، این حمایت‌های گسترده از برنامه 10 ماده خانم مریم رجایی و آلترناتیو شورای ملی مقاومت ایران که شخصیت‌های بین المللی روی اون تأکید می‌کنن، از چه مبانی برخورداره؟ به مجموعه سخنرانی‌ها اگه دقت داشته باشیم، من موفق شدم به تعداد زیادی از سخنان شخصیت‌ها واقعا گوش بدم و بعد مطالعه کردم. خب مسائلی مطرح شده که به نظر من تازگی داره. من اینجا به 2 موضوع میخوام اشاره بکنم. یکی همین برنامه 10 ماده خانم رجوی هست و یکی هم که درخواست، یا به عبارتی درخواست‌های مقاومت از کشورهای مختلف، از سیاستمداران و دولت‌ها. خب اگر من اول اینو اشاره بکنم، یک اتفاق نظری اکثر سخنران ها داشتن که در تقریبا همگی هم اشاره داشتن به این موضوع و من هم به جد روی این پافشاری میکنم. یکی ویژگی ها و شخص خود خانم رجوی بوده که همینطور که گفتم اکثرا به اون اشاره کردم، به شجاعتش، به مدیریتش، به قدرتش و نقش موثری که در ارائه راهکارها و پیشبرد برنامه در جهت سرنگونی. اینو واقعا تک تک ما در این اجلاس بخصوص 4 روزه در هر سخنرانی اینو ما شاهدش بودیم. به مبانی و پایه‌های اصلی که حول همین برنامه 10 ماده‌ای توسط همین سخنرانان از کشورها و چند کشورها که چرس کنم و چند قاره، اینطور من بتونم بیان بکنم، بمونم به اشکال مختلف جدا از خود موارد دهگانه برنامه خانم رجوی، چند برداشت خودم رو به عنوان مبانی برآمده از صحبت‌های آنها و تأکید و تکیه آنها به این شکل میتونم کوتاه اشاره بکنم. اینکه با توجه به، من کوتاه میکنم، با توجه به بقایی که در 6-7-8 ماه گذشته اتفاق افتاد، این همگی در نفع هر نوع سیستم حکومتی دینی و پادشاهی انگشت گذاشتن و این واقعا قابل توجه بود. تأکید به برقراری یک سیستم جمهوری دموکراتیک، یعنی کاملا مشخصه که همین خواستهایی که مقاومت اعلام میکنه و
مهمتر بعضی از این سخنرانان اشاره داشتن به بیش از 40 و چند سال مبارزه، یعنی به عبارتی درک کردن که این مقاومت ابتدا با ساکن به وجود نیومده، بلکه بیش از 40 و چند سال واقعا تلاش و فعالیت داشته. بعد با توجه به این نکاتی که من اشاره کردم، خود ماده 10 ماده‌ای خانم رجوی برای اکثر آنها، همطور که خود آلتمایر من در قسمتی اشاره کردم که انگشت گذاشته که به عنوان یک اعلامیه جهانی تلقی میشه که میتونه فردای ایران آزاد رو تضمین کنه و امیدی خواهد بود برای بسیاری از جهانیان. در واقع این برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی یک تعهد، یعنی تعهد این مقاومت به ملت ایران برای برقراری یک ایران آزاد. سرنگونی، من این اشاره رو میخوام بکنم که سرنگونی این رژیم، همطور که این مقاومت بارها، همطور که مسئولین مقاومت، همطور که خانم رجوی اعلام کردن، در ایران و توسط خود ملت ایران، توسط دختران و پسران شجاع مبارز، مجاهد امکان پذیر خواهد بود. خب برای رسیدن هر چه زودتر به این هدف ملی و میهنی، البته که موانع دیگری هم بر سر راه هستند که باید از راه برداشته بشه، از جمله سیاست مماشات که نمونهش همین تلاش‌های واهی دولت فرانسه رو ما برای لغو کهکشان دیدیم. از این منظر مقاومت خواسته‌هایی رو داره که به حق هستن و بارها به خصوص جانب خانم مریم رجوی اشاره کرده. من میدونم وقت خیلی کوتاست، ولی من اشاره میکنم به همین جلسه‌ای که ایشون در کمیسیون خارجه ایتالیا در 12 ژوئیه، یعنی هفته گذشته، داشته و به روشنی خواسته های مقاومت رو که هم خواسته های ملت ایران رو مطرح کرده. نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی، به رسمیت شناختن حق مردم برای دفاع از خود که سرنگونی رژیم و استقرار یک جمهوری دموکراتیک، و به کار انداختن مکانیسم معاش و بازرسی های بی قید و شرط از تاسیسات اتمی و موشکی، ارجاع پرونده نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد، قطع مراودات اقتصادی و اعمال تحریم های همه جانبه به ویژه تحریم های نفتی و بانکی و قطع شریان های مالی رژیم، معرفی رژیم به عنوان یک تهدید صلح و امنیت جهانی. خب یک همچین مسائلی مطرح شد و من تاکید بکنم که اون چیزی که به عنوان مبانی من سعی کردم اشاره بکنم، در اکثر سخنرانی ها به شکلی با شیوه جدید، با توجه به زبان های خاصی که در اونجا مطرح می شد، واقعا وقتی من مطالعه کردم بعدا دیدم که در یک چیز همگی مشترک هستن که این رژیم آینده ای نداره و تنها آلترناتیو هم همین آلترناتیو، یعنی شورای ملی مقاومت هست و برنامه هم که میتونه تضمین کننده فردای ایران باشه برای آغاز یک جمهوری دموکراتیک، همین برنامه 10 ماده خانم رجب است. بله، خیلی متشکرم از شما آقای مودت، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و سپاسگزارم از نکات ارزشمندتون. سپاس از شما. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.